پیرزنی در طبقه اول منزل ویلایش در بلوار توس به قتل رسیده است. در پی دریافت این خبر بلافاصله گروهی از نیروهای کلانتری آبکوه عازم نشانی شدند. آنها با تایید درستی خبر و با حفظ صحنه جنایت در حالی مراتب را به قاضی ویژه قتل هم اطلاع دادند که پیکر بیجان پیرزن غرق در خون کف پذیرایی افتاده بود. دقایقی بعد با حضور قاضی و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در محل وقوع جنایت بررسی‌های تخصصی آغاز شد. قاضی در همان لحظات اولیه تحقیقات پی به ماجرای جنایت خانوادگی برده بود. ابتدا عروس خانواده را که با دستانی خون‌آلود و بانداژ شده در محل حضور داشت مورد بازجویی‌های فنی قرار داد. عروس 25 ساله ادعا کرد دقایقی قبل پدر شوهرم عصبانی به منزل آمد و پس از مشاجره با همسرش او را هدف ضربات چاقو قرار داد. من هم که ترسیده بودم فرار کردم، اما او به سراغم آمد و قصد کشتن مرا هم داشت که دستم را مقابل چاقو گرفتم و زخمی شد. او سپس مرا با همین وضعیت رها کرد و از خانه گریخت. در این هنگام دختر مقتول که اولین نفر بعد از وقوع جنایت با خان پا به خانه پدرش گذاشته بود به قاضی اظهار کرد: وقتی من بعد از شنیدن ماجرای قتل مادرم هراسان به خانه رسیدم، عروسمان در خانه تنها بود. قاضی نیم نگاهی به زخم ایجاد شده روی دست عروس انداخت و بلافاصله متوجه خودزنی او شد و او را در تعینای سوالات تخصصی قرار داد. اما عروس جوان سعی کرد با تناقض‌گویی‌های متعدد راه گریزی برای فرار از این سوالات بیابد و هر بار داستانی را درباره چگونگی زخم شدن دستش در هم می‌کرد، تا اینکه دختر 6 ساله عروس وقتی با نگاه مهرآمیز قاضی روبرو شد به طرف مادرش دوید و گفت: مادرم با چاقو خودش را زخمی کرد، من هم برایش باند آوردم که خونی نشود. زن جوان که دیگر همه راه ها را بسته می دید ناگهان فریاد زد: من خودم او را کشتم. عروس جوان که دیگر چاره جز بیان حقیقت نداشت با اشاره به سرزنش ها و نیش و کنایه های مادر شوهرش گفت: از 7 سال پیش که عروس این خانواده شدم همواره مرا تحقیر میکردن. پدرم 10 سال قبل به اتهام قتل دستگیر شد و آنها همین موضوع را هر بار مانند پتک به سرم میکوبیدند و هر اتفاقی را به گردن من میانداختند. من سعی کردم این سرزنش ها و کنایه ها را تحمل کنم، چون در طبقه بالای منزل آنها سکونت داشتم و نمیتوانستم حرفی بزنم. ولی زمانی که گفت باید خانه را تخلیه کنید خیلی ناراحت شدم. همسرم سر کار رفته بود و کسی جز من و مادر شوهرم در خانه نبود. با همین حالت خشم به طبقه پایین رفتم و مادر شوهرم گفتم: از جان من چه میخواهید؟ او گفت: تو همه را به جان هم میاندازید، پس بهتر از خانه را تخلیه کنید و به جای دیگری بروید. با این جمله دیگر چیزی نفهمیدم. چاقو را برداشتم و چند ضربه بر پیکرش فرود آوردم. زمانی که برگشت چیزی بردارد دیگر امانش ندادم و پشت سر هم ضربات چاقو را میزدم. نفهمیدم چند ضربه شد، چون خیلی عصبانی بودم. بعد هم پیکر خون‌آلود او را در همه حال رها کردم و به طبقه بالا رفتم. فکر کردم دخترم خوابیده است، به همین دلیل نقشه کشیدم تا قتل او را به گردن پدر شوهرم بیاندازم. بنابراین با همان چاقو دستم را زخمی کردم و چاقو را به پشت بام همسایه انداختم. بعد هم فهمیدم دخترم بیدار بود، اما جستجوی کارآگاهان با دستور قاضی برای یافتن آلت قتال نتیجه ای نداشت. قاضی که متوجه شده بود عروس جوان درباره چاقو دروغ میگوید باز هم او را سوال پیش کرد، تا اینکه متهم برای رها شدن از این سوالات به سرویس بهداشتی اشاره کرد و گفت: چاقو را درون چاه انداختم. دقایقی بعد با کشف چاقوی خون‌آلود ماجرای این جنایت هولناک در 1 ساعت فاش شد و عروس جوان که با حدود 70 ضربه چاقو به مادر شوهر 66 ساله‌اش او را به قتل رسانده بود با دستور قاضی روانه بازداشت.